قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن. دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می‌کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب‌های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی آمریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی آشنای جامعه ایرانی فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. تصویر نیامده. درود بر همه شما عزیزانم. امروز در برنامه‌ای که روز اول ژانویه است و سال نو مسیحی رو به همه هموطنانم و تمام کسایی که به هر حال سلبریت میکنن، سال نو مسیحی رو به همه تبریک میگم و امیدوارم که تو این سال جدید اول از همه سلامتی، آرامش و شادی، برکت برای همه و ارمغان بیاره این سال جدید و اون تحول اقلا انجام میشه و این تحول رو ما میتونیم در زندگی خودمونم مشاهده بکنیم. به هر حال در شروع برنامه با نام و یاد خداوند جان و خرد برنامه رو شروع میکنم و همونطور که همیشه میگم ما مهم خرد درونیه، ولی متاسفانه همه از خرد درونیشون استفاده نمی کنن. توکل میکنن به خرد بیرونی. خرد بیرونی خرد نیست که ما ببینیم هر چی که با چشممون میتونیم ببینیم و یا حسش بکنیم اونا واقعیته. درسته که همچی چیزی نیستش. ما 5 تا حس داریم که با این 5 تا حس ضعیفمون ما داریم با دنیا تو ارتباط هستیم: حس بینایی، حس شنوایی، بویایی، لامسه و چشایی. ولی خیلی بالاتر از این میگن بعضی‌ها حس ششم دارن، که اینکه اونایی کسانی هستن که میتونن با درون خودشون ارتباط درست برقرار کنن. حالا در ابتدای برنامه خیلی تشکر میکنم از همه عزیزانی که مرتب با من در ارتباط بودن و چقدر تبریک گفتن، چقدر تشکر کردن. من واقعا با عشق میام اینجا که بتونم اون عشق و محبت رو در دل شما به وجود بیارم و ما بتونیم که عشق را در سراسر جهان پخش کنیم. عشق فقط عشق بین زن و مرد نیست، عشق به کل هستیه، عشق به کل جهان هستی که شامل انسان، حیوان، گیاه، حتی اجسام، آبها، دریاها، یعنی همه اینا میشه. که اگر ما یاد بگیریم این عشق رو تجربه بکنیم، میتونیم اون شادی رو در خودمون به وجود بیاریم که آگاهیم. فقط من به خودم فکر نمی کنم. یعنی با خودتون یه مقایسه بکنید. دفعه قبل من در مورد انسان خوب، آدم خوب صحبت کردم، ولی نشد که برنامه چیز بشه. من آقای اندرو یه صدا بیرون میاد، اصلا من نمیتونم کنترل ندارم رو صحبت هم. ببخشین که قد میشه چون از بیرون صدا میاد، من کانسنتریت هم از دست میدم. ما میخوایم در مورد
اینکه شما کجا قرار گرفتین، اصلا خودتون ببینین کجا قرار گرفتین. شما به عنوان حالا یک انسان یا آدم، به هر حال ما همه آدم متولد میشیم، حالا از آدم بودن تبدیل به انسان بشیم خیلی یه راه طولانیه که خب دفعه قبل من در مورد اون وقت نشد به خاطر اینکه زنگ زدن. کسی هم میخواد زنگ بزنه اول برنامه و میخواین سوال بکنین و حالا در مورد هر مسئله، مهم نیست در مورد چه مسئله، میتونین زنگ بزنین در اول برنامه که ما بتونیم وقت داشته باشیم به شما پاسخ بدیم و این فرصت رو شما غنیمت بشمارید. پس وقتی که من میگم آدم، ما همه خیلی راحت میتونم بهتون میگم وقتی دنیا میاییم ما آدمیم، یعنی به عنوان یک نوزاد آدمیزاد دنیا میاییم، درسته؟ و در طول مراحل رشد ما باید ببینیم به کجا برسیم. در طول مراحل رشد ما این مراحل رو، حالا بستگی داره به اینکه در کجا و در چه خانواده‌ای و با چه تربیت پدر مادری متولد میشیم، که اینا رو ما بتونیم بفهمیم که کجا قرار گرفتیم. ولی خب اغلب انسان‌ها از اون ایشوهایی که در دوران کودکی براشون به وجود اومده، حالا اون 8 سال اول و در نحوه ارتباط پدر و مادر که نحوه ارتباط درستی نبوده، اونا همش گله دارن و میگن خب پدر مادر ما این کارا رو واسه ما نکردن، یه همچین مسائلی الان در بزرگسالی برای ما به وجود اومده. اما اینا رو ما نمیتونیم به عنوان اینکه یه اسکیوز یا دلیلی بدونیم که من چون پدر مادرم ناآگاه بودن، درست بلد نبودن با من رفتار کنن، این رفتارا رو کردن، تبعیض قائل شدن، ما رو تنبیه کردن، پوددان کردن یا هر چی، به هر دلیلی حالا من اینطوری شدم و میخوام بمونم اینطوری. یعنی ما قدرت های درونیمون رو نمیخوایم در حقیقت امتحانم بکنیم که بابا ما چه قدرت هایی تو درونمون وجود داره که میتونیم خودمون رو از طریق این قدرت ها تغییر بدیم، ولی اونو ما نمیخوایم اصلا فکرشو بکنیم، دنبال یه مقصر میگردیم، من انگشتم و اینا اینطوریه، حالا من تبرئه شدم. یعنی ببینید شما واقعا دارین این کارو میکنین، تمام مدت دنبال یک مقصر میگردین برای حالا اشکالاتی که دارین. وقتی که من دنبال مقصر میگردم چه کار نمیتونم بکنم؟ این جواب بدین. وقتی من دنبال مقصر میگردم میخوام انگشت سرزنشم رو به سمت کی دراز کنم؟ به سمت اونی که به نظر من باعث شده من این رفتارها رو پیدا کنم. حالا یه زنگ تلفن جواب میدیم. درود بر شما. دکتر پرویز نظامی، حال شما؟ خیلی ممنونم، خدا رو شکر. میخواستم از همه شما اول تشکر فراوان بکنم و اینا در 2021 رو به همه شما تبریک بگم و این بیماری بره و دیگه بره. چشم، ما هم دعا میکنیم، حالا میگیم برو که برو دیگه، هم پیدا بشه دیگه بره دیگه پیداش نشه. دور داره بسیاری خوب به شما، همه شما تبریک میگم و سال بسیار خوبی داشته باشین. شما درود بر شما، منم به شما متقابلا سال 2021 رو تبریک میگم، سالی پر از خیلی بامون دیگه مزارم شما نمیشم میدارم که همه تماس بگیرم. خواهش میکنم، خیلی ممنونم از تماستون. ببینید ما وقتی که دنبال مقصر میگردیم، یعنی من نمیخوام خودم رو اصلاح کنم، نمیخوام تغییر کنم، خب ممکن نتونین تنها این کار بکنین. الان کسایی که میان توی تراپی با من کسایی هستن که خب انتخاب کردن که ما میخوایم یه تغییر رو در نحوه تفکرمون، در نحوه رفتارمون به وجود بیاریم، ولی چون که ما شرطی دوران کودکی شدیم، شرطی یعنی کاندیشنینگ، وقتی که مثلا پدر مادرم منو مقایسه کردن، وقتی که تمام مدت من تحت کنترل بودم، الان کسانی رو دارم توی تراپی به سر جوونه، دختری جوونه و میگه مثلا ما
به خاطر اینکه من الان این رفتارا رو الان دارم خیلی منفی نگر هستم، بعد خودم قبول ندارم، به دلیل اینکه تمام مدت مثل پتک اینا بالا سر من بودن و میگفتن چیکار کن چیکار نکن، این کار درست نیست اون کار درست نیست، مقایسه و تمام اینا. من الان این حالت رو دارم که الان دیپریشن پیدا کردم، الان افسردگی پیدا کردم، الان نمیتونم تصمیم درست در زندگیم بگیرم و این کانفیوزم. خب ببینین، ما اگر که به قدرت‌های خودمون، ما به عنوان یه انسان پر از قدرتیم، همیشه من گفتم ما فقط یه درصد بدنمون رو میتونیم ببینیم و لمس کنیم، اون چیزای اعضای درونی ما که قدرت‌هایی که ما مغز ما داره و سلول‌های مغزمون میتونه هدایت، اگه درست هدایتش بکنیم، ما رو به سرمنزل مقصود برسونه. ولی خب تمام اینا بستگی داره به اینکه من چجوری کنترل کنم تفکرمو، چجوری از طریق کنترل فکر ما میتونیم نتیجه درستی رو بگیریم. در مورد یه مسئله که میگن آیا قانون جذب درسته، اینایی که گفتن به هر چی فکر کنی برات به وجود میاد، اینا این به این شکل نیستش کلا. حالا من کاری به قانون جذب ندارم، قانونی که بر ذهن ما حاکمه اینه که من اگر مداومت داشته باشم برای یه مسئله، نه اینکه دو روز و یه روز و سه روز، وقتی که استیبل مود داشته باشم، یعنی یک تفکر حالا لااقل برای چند ماه دائمی باشه که اونو انتخاب بکنم برای حالا دریافت اون چیزهایی که توی ذهنمه و میخوام برام اتفاق بیفته، اینا اتفاق میفته. ولی اینی که میگن مثلا قانون جذب دروغه، مثلا من بگم الان میخوام برم مثلا از اینجا برم به سان فرانسیسکو، خوب دو دقیقه برم، اینا نیست. قانون جذب اصلا اینو نمیگه. قانون جذب اصلا در مورد این مسائل صحبت نمیکنه، در مورد چیزی صحبت میکنه که میگه آنچه را که خواستهای درونیتونه، اگر که در حقیقت بیاین بهش توجه کنین، تو ذهنتون تصویرشو بیارین و بخواین چیزهای خواسته هایی که خواسته های واقعیه، نه اینکه حالا من میخوام مثلا رنگ کفشم الان آبیه بشه قرمز، یا اینا اصلا همش در حقیقت عدله یا دلایل به هر حال اشکال داره که میخواد اصلا یه قدرت تفکر ما رو نفی بکنه. و من دیدم که دارن در مورد این مسئله تو رادیو شنیدم و میخوام بگم نه، قدرت ذهن ما و قدرت تفکرمون در ارتباط با اون چیزهایی که ملموسه، حالا خواسته هایی که از نظر مادی دارین، خواسته هایی که از نظر تفکری دارین، از نظر ارتباطی دارین، از نظر شغلی دارین، اونا رو با تمرین تفکر میتونیم به دست بیاریم. ولی آن چیزی که الان مثلا میخوام این آب دریا آبی بشه، یا نمیدونم آبی که روی کتری داره میجوشه زیرش گاز رو، یعنی شعله روشنه، حالا این نمیخوام داغ بشه، اینا نیست. اینا یعنی که ما داریم یک واقعیت رو میخوایم نفی بکنیم که آدم ها آگاه نشن از اینکه چقدر میتونن با فکر. من خودم از این مایندفولنس ان اورنس سال هاست که دارم بهره میبرم و تمام اطرافیانم و هزاران هزار موردی که با من مشاوره داشتن ازش نتیجه گرفتن، بهره بردن. وقتی که ادامه بدین، من آدم خوب اینه که من آدم دویا میام خوبم، ولی خب این آدم خوب میتونه مهرطلب باشه، میتونه آدمی باشه که بخواد دل همه رو به دست بیاره، بخواد روی خواستای خودش پا بذاره، برای اینکه بگه من گود لوکینگ دارم، من خوبم، تمام مدت با آدم ها شروع کنه سرویس دادن و توجه اونا رو به خودش جلب بکنه، به خاطر اینکه اون مهرطلب اون والدش یا معمولا بیشتر مادر هستش، اون مادر کسی که الان مهرطلب شده، مادر استثناء گذاشته، تبعیض قائل شده بین بچه‌هاش.
خوب و بد کرده و یکی سوگلیش بوده، اون یکی که الان مهر طلب شده ایگنور شده، یعنی نادیده گرفته شده. بعد این برای این که محبت اون والدی که این استثناء رو گذاشته جلب بکنه، حالا جانشین کرده در جانشین کرده آدم‌های دیگر رو، جانشین اون مادر یا والدی که تبعیض قائل می‌شده. حالا همش می‌خواد بگه که من خوبم، به من نگاه کن، من دوست داشته باش. به همه آدم ها اگر حقش یه جا پایمال بشه، حاضر نیست بره بگه که مثلا من پولی که بهت دادم، مثلا مهر طلب خانمش بهش میگه برو اون مثلا 2000 دلاری که قرض دادی به مثلا اون کس، دوستت، برادرت یا هر کی، برو الان بگیر، ما لازم داریم. 2 ساله که این میگه حالا باشه بعدن میرم، یعنی حق خودشو به خاطر اینکه میترسه اون بعدش بیا. ببین چقدر ما مهر طلبیم. رو مهر طلبی تو نگاه کنی، اگر رفتارهای این مدلی دارین آدم خوبی هستین، همه هم میگن به درد بخوره، خوبه این، هر جا کمک لازم داشته باشی مثلا بدون اینکه ما ازش بخوام داوطلبانه میاد به ما کمک میکنه، بگه من حالا من مثلا ماشین تو بده من میخوام برم فلان جا، میگه بفرما. یعنی ببینین اون مهر طلب برای اینکه بگه من خوبم و منو دوست داشته باشین، اون از دوران کودکی که این ایگنور شده، نادیده گرفته شده، این پدرن یا الگوی مهر طلبی در اون به وجود اومده. این الگوی مهر طلبی اجازه نمیده که اون به خودش بیاد. این تمام مدت میخواد جلب محبت کنه، جلب توجه کنه، حالا مهمون داریم میاد براتون کارتون رو انجام میده، اگه حتی به عنوان یک رئیس نمیتونه به اون کسی که زیر دستشه، با اون کسی که حتی به مستخدم محل کارش دستور بده، مثلا میگه ببخشین اگه ممکنه لطفاً، یا کسی که تو خونش 3-4 دفعه ببخشین، معذرت میخوام، برای اینکه ببین این واسه اینکه یکی ناراحت نشه، ازش دلخور نشه، تمام مدت داره کنار میاد با همه اوضاع احوال و اون لبخنده رو داره، یه لبخند دروغی، یه کش بسته روی لبش که بگه من خوبم، منو ببینین، چون اونجا نادیده گرفته شده، اون تو دوران کودکی ندیدنش، نادیده گرفته شده. حالا به این مهر طلبی ناخودآگاه میخواد این توجه همه رو، محبت همه رو به سمت خودش جلب بکنه. و معمولا جامعه ایرانی خیلی رو این مسئله چیز هستن دیگه، قربونت برم، چاکرتم، مخلصتم، بیام نوکرتم، کدوم کار رو برات انجام بدم، ما فلان، یعنی تمام جملاتمون حقیرانه است، یعنی یه جوری خودمونو لایق اون ارزش های والای انسانی که نبینیم، تمام مدت میخوایم تعظیم بکنیم، سر تعظیم فرود بیاریم در مقابل خواسته خودم. اگر یکی هم با عقیدمون مخالف باشه و اون مرتلب با عقیده مرتلب مخالف باشه و مرتلب واقعا بدونه که عقیدش درسته یا اون ایده ای که داره میده درسته، باز هم نمیاد از ایدهش دفاع کنه، بگی مثلا اوکی من حرف شما رو مثلا باور ندارم، حرف خودم اینه، ولی خب حرف شما میتونه منطقی باشه، ولی اینو نمیگه. برای اینکه اون دلخور نشه چیکار میکنه؟ عقیدهشو تغییر میده. آره خب شما درست میگین، یعنی چی دعوا رو نفتی از من بدش نیاد، من خوبم، منو ببینین. یه جا میریم مهمونی میخواد بره پذیرایی کنه بدون اینکه بپرسن، یا خیلی دوست داره تمام مدت اون محبت رو به دیگران بکنه که ارائه کنه من خوبم. و بعد که این آدم مهر طلب توی خونه میره شب، ناراضیه، دیپرسه، چون هنوز اون والدی که تو مغزش داره اینو کنترل میکنه هنوز سر جاشه،
و این نیومده اون تغییر رو در خودش به وجود بیاره، نیومده کمک بگیره و ببینه که خیلی خوب من میتونم حقمو بگیرم، میتونم تمام مدت همه هم حالا لازم نیست همه از ما راضی باشن، کلا 50% آدما با ما موافقم 50% مخالفم. ما میبینیم که کسایی که حالت مرتلبی دارن اگر 80% هم تاییدش بکنه، اگه 2 نفر اون وسط تاییدش نکنه استرس پیدا میکنم و تازه فکر میکنم خب چیکار کنم که اون 2% رو به سمت خودم برگردونم. پس بنابراین این مسئله مهربانی رو حالا داشته باشین تا ما یک به یه پخش آگاهی بپردازیم، بعد برمیگردم خدمتتون. دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیست با بیش از 15 سال تجربه و استادیار با سابقه دانشگاه UCLA، متخصص ردیف کردن و زیبایی دندانها، درمان ناهنجاری‌های فک و صورت اینویزیلاین در کودکان و بزرگسالان سنین 7 تا 75 سال، دارای درجه تخصص ارتودونسی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک، استادیار دانشگاه UCLA بخش ارتودونسی، عضو انجمن ارتودونتیست‌های آمریکا و کانادا، عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا و کالیفرنیا، قبول اکثر بیمه‌های درمانی، وام دندانپزشکی، پرداخت ماهیانه بدون بهره. تلفن تماس 310-444-11-13 310-444-11-13 دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیست. Hi, I'm Dr. Ponta Nikain, and I would love to welcome you to Golden Hilton Beauty Center located in the beautiful city of Encino, California. At Golden Hilton Beauty Center, we offer 50 different services, medical and cosmetic combined. Our very popular services include body contouring, cellulite removal, scar removal, stretch mark removal, PRP injections for hair restoration, face, joints, non-surgical spinal decompression for herniated disc and sciatica patients, chiropractic, acupuncture, massage, injectables like Botox and filler, and many more. We're located at 16661 Ventura Boulevard, Suite 700, Encino, California, 91436. To receive more information regarding our services, or if you'd like to book your appointment, please call us at 866-524-6533. Thank you. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. خب حالا داشتیم در مورد مهربانی صحبت می‌کردیم، حالا شما ببینین واقعا چون مهربانی رو من برای 63 تا عامل رو پیدا کردم که چه خصوصیاتی داره مهربانی. مهربان آدم خوبیه. ببین آدمای خوب به دیگران محبت میکنن، خدمت میکنن، اما خودشون چیز هستن. درود بر شما. بفرمایید. درود بر شما خانم دکتر. هپی نیویر. هپی نیویر. خیلی خوب و خوش و موفقیت داشته باشید همراه با خوبی ها خوشی های بچه ها. سلامت باشید. در مورد فکر زیاد و نمیدونم چجور بگم. فکر زیاد یعنی چی؟ فکر زیاد در مورد چیزهای منفی. آی من بعد بخشم آی ببین اون چه منفی نه. خب فکر زیاد در مورد چی؟ ببینید یا ما به چیزهایی که دلمون میخواد فکر میکنیم، یا به چیزهایی که ناراحت میشیم ازش، یا مثلا فکر میکنیم برادرم اونو گفت، خواهرم اونو گفت، دوستم اینو گفت، اینا باعث میشه فکرای منفی بیاد. یا اگه فکر مثبت باشه that's great که من فکر خوب بکنم، من خود رو دوست دارم، من با ارزش و قابلیت دارم، من میتونم، من موفق میشم، من قادرم. اینا افکار و ابریویشن های قدرت بخشه. ولی وقتی فکری که میکنی در مورد گذشته است؟ نه در مورد گذشته نیست خانم دکتر. گهگاهی خب برنامه برخوردهایی که نه که دعوا، ولی خب یه برخوردهایی پیش میاد
خب در واقع من اگه ببینم طرف ناراحت هست فوری عذرخواهی میکنم. مهرطلبی خود حتی علامت مهرطلبی. خب بگی بقیه. خوب شد. و بعد خانم دکتر اصلا از ذکر این برنامه من نمیام بیرون، نمیدونم چه کار کنم. من با خدا نجوا میکنم، میگم خدای من که ازش عذرخواهی کردم چرا اینقدر این برنامه میاد. خدا به حرفتون گوش نمیده، خودت بایستی به خودت کمک کنی. چطور کمک کنم وقتی که شما یک کسی شما رو ناراحت، یعنی از دست شما ناراحته و شما میری معذرت میخوای، حالا چه چیزی شما رو یعنی اون از چه چیزی شما ناراحت شده، بعد ببینی که چه رفتاری از شما در مورد برخوردی از من دیده که اون خیلی ناراحت شده. چه برخوردی؟ مثلا برخورد خشونت آمیز نه یه برخوردی مثلا فرض کنید دوستانه، نه یه برخوردی یه کمی خشن با هم بودیم، ولی من ازش عذرخواهی کردم چون مقصر من بودم، ازش عذرخواهی هم کردم خانم دکتر، اونم قبول کرده، ولی من هنوز تو فکر اون هستم که چرا این برنامه پیش اومد، من که بوسش کردم. نه اشتباه میکنی، خوبه همه بشنوم. وقتی که من یک رفتار خشونت‌آمیز رو انجام میدم، حالا نسبت به خواهرم، برادرم، دوستم، هر کسی که، حالا شوهرم، همسرم و هر کسی، بعد اون ناراحت میشه، اون آدم از این رفتار من ناراحت میشه، بعد میاد به من گله میکنه که تو این رفتار رو کردی، بعد من معذرت خواهی میکنم و حالا میگم خیلی خوب، یعنی اون ماله کشیدنه دیگه، که من دارم با این معذرت خواهی میخوام اون دیگه کلیر بشه، دیگه یادش نمونه، پس چطور اون هنوز نگه داشته. ببین اینه مشکل، اینه که من میخوام توهین کنم با آدم ها، آسیب بزنم بهشون، حالا هرچی ممکنه، توهین بزرگ و کوچیک نداره، یه چیزی که بهش بر میخوره، بعد قبول نمی کنی که رفتار اشکال داری داری، تمام مدت توپ پرت میکنی تو زمین اون یکی آدم، چطوره که من که معذرت خواستم این هنوز رفتارش با من سرده؟ خب معلومه که سرده، برای اینکه رفتار شما رفتار درستی نبوده، به رفتار خودت فکر نمی کنی، فقط از دست اون ناراحتی که علی رغم این که من ازش معذرت خواهی کردم و گفتم من اشتباه کردم، اون دیگه بایستی بیاد و با من خوش و بش بکنه و تزم نو، این دلیل نمیشه که شما نخوای اون رفتار اشکال داره تو تصدیق کنی، باید قبول بکنی من رفتارم خشونت آمیز بوده، خصمانه بوده، حالا من شما رو به طور مثال آدم ها رو میگم، توهین آمیز بوده، آدم ها رو اینجوری آزردم، بعد منم میگم ام ساری ببخشی من غلط، من اشتباه کردم، اونم میگه اوکی قربونت برم، بیا دستت بنداز گردن من یه ماچ بکن که تموم شد. نه، اون اونجوری تحقیر شده، یه جوری حالش گرفته شده، حالا با کلماتی که من میگم معذرت میخوام فکر میکنم مالکشی داریم میکنیم رو اون حرف، بعد اون بیاد همه اینا رو یادش بره، بعدم شما تازه طلبکارم از اون میشین که با این که من معذرت خواستم باز اون داره با من حالت مثلا بی‌اعتنایی رفتار میکنه. نه. برگردی رفتارتو درست کن عزیز من، وقتی من قراره که با رفتارهای خشونت آمیز آدم ها رو برنجونم، کنترل رفتار خودتو باید دست بگیری، این یکی از کارهاییه که یک انسان خوب انجام میده، مایندفولنس ان اورنس، این که من نگاه کنم ببینم چه رفتاری داشتم که دیگران آسیب دادن ازش، چه رفتاری من کردم که بقیه که با من در ارتباطن خودمون یادمون، نه من میخوام دستور بدم با همه چیز بکنم، امر و نهی بکنم یا چیزی رو، حالا من در مورد شما نمیگم، من دارم کلی میگم، دارن میشنون، یاد بگیرن رفتارهای درست، و وقتی که من یک رفتار اشکالداری رو انجام میدم و فکر میکنم بعد از معذرت خواهی دیگه تموم شد، بیا اون رفتارا رو کنترل کن، اون رفتارا رو تصحیح کن، نه توپو بنداز تو زمین اون چرا هنوز با من سرسنگینه، یعنی هنوزم من نمیخوام به خودم بیام بگم بابا من ایراد داشتم، من اشکال داشتم، من یه رفتارهای
نه درستی رو با دیگران انجام دادم، حالا با یه نفرم نیست. وقتی من حالت خشونت آمیز دارم، وقتی یکی برخلاف میل من حرف میزنه، میخوام پرخاشگری کنم، اینا رو دارم به عنوان مثال میگم، منظور خاصی برای شما ندارم، اینا مثاله. وقتی که یه آدمی رو میام تحقیر میکنم، بعدش میگم اه ببخشید، خب ما کنترل رفتار از کجا اومده؟ از اونجا که من یاد بگیرم رفتارهای اشکال دارم رو شروع کنم کنترل کردم. وقتی که من کار میکنم با اون کسی که توی تراپی با من هستن و اینقدر نتیجه میگیرن، در بلند مدت ممکنه مثلا 3-4 هفته طول بکشه تا بتونن اون رفتارها رو شروع کنن به کنترل کردن. وقتی کنترل میکنن میبینن دیگران چقدر باهاشون نایس شدن، چقدر باهاشون رفتارشون تغییر کرده، همه میپذیرنش. ببین، تا وقتی که من به اشکال خودم واقف نباشم و نخوام اون اشکال رفتاری، حالا خشونت، طلبکاری، نمیدونم توقع، انتظار که من میخوام، ببین هر چیزی که شما دیگران انتظار دارین خودت بعد انجام بدی. حالا خودتو بذار جای اون خانم یا هر کسی که از دست شما دلگیر شده، خودتو بذار جای اون، بگو اگر اون این حرفا رو به من میزد، بعد میومد معذرت خواهی میکرد، من چه عکس العمل نشون میدادم؟ علی اینو به من بگو. من گذشت میکردم خانم دکتر. نه اصلا قبول ندارم. ما خودمونو خود، ما گل گل ما گل گلابیم، همه دارن اشکال دارن. نه، ما گل گلاب نیستیم. اگر اون با شما این رفتارا رو میکرد، بشین خوب فکر کن، فوری دلگیر می شدی، شاید هم عکس العمل نشون می دادی، بعد اون می اومد معذرت خواهی می کرد، شما خود می گفتی من اینقدر آسیب دیدم، عصبانی شدم، این توهینا رو به من کرده، حالا با یه معذرت می خواد همه چی رو مثلا درست کنه. خودت هم این فکر رو می کردی. من دارم میگم یک ثانیه ما خودمونو بذاریم جای برعکس. اون موقع استش که فیلینگتو ببین، همون انتظاری که الان از اون داری، احساس خودتو نگاه کن که اگر اون به شما این توهینو کرده بود، فوری با یه معذرت خواهی میگفتی آه قربونه دارم بیا بغلت کنم. نو نمی کردی، درسته؟ کاملا فرمایشتون صحیح هست. آه پس بنابراین منم مزید که وقتی از خواهی کردم، اونم منو بغل کرد، ولی اون من هستم که الان رنج میکشم، که چون همش فکر اون برنامه هستم، یه بسواس فکری گریبانگیرم شده. یعنی اون رفتارش با شما الانم خوبه؟ یعنی رفتاره؟ بله. خیلی خوب، پس بنابراین شروع کنم تغییر رفتارهای خشونت آمیز، تغییر رفتارهای پرخاشگرانه ای که ممکن دیگران آسیب بزنه. حالا وسواس پیدا کنم، نو این رفتار ممکن بعدا با یکی دیگه هم تکرار کنی. ببین این یه رفتار اشکال داره، حالا من میخوام اون رفتار اشکال دار رو تصحیح کنم. شروع میکنم تمرین کردن رفتارهای محبت آمیز، لبخند زدن. ما آدم خوب، یعنی آدم خوب اینه که اشکالاتی که در ارتباط با دیگران براش به وجود میاد، اصلا الانم شما آدم خوبی هستین، یعنی فکر میکنی من عذاب وجدان گرفتم، پس چرا این کاری کردم و همش میخوام خودم رو سرزنش کنم. این آدم های خوب میخوان مهرطلبن، میخوان تمام محبت آدم ها رو جلب بکنن. اگه یک حرکت ناشایسته هم یا اشکالداری هم کردن، فیل گیلتی، احساس تقصیر و گناه میکنن، مثل شما که الان داریم میکنین. انسان خوب کسیه که شروع کنه به تغییر خودش، لبخندش واقعی باشه، آدم های خوب، آدم خوب همون آدمیه که شرطی شده است، یعنی لبخندش فیکه، حتی اگر مثلا یه جایی یه چیزی بعد گریه کنه نمی کنه که بگه من قویم، ولی انسان خوب انسانیه که تمام فیلینگش رو همون موقع بروز میده، اگه خوشحال نشون میده، کنترل نمی کنه اون احساساتش رو، نمیخواد آدم ها رو با توجه به رفتارهایی که اتوماتیک انجام میده به سمت خود جلب کنه. خود واقعیشه اون انسان خوب، شرطی شده گذشته نیست. اگر حتی اگر به کسی توهینی بکنه، میره و ازش دلجویی میکنه و معذرت خواهی میکنه. اینه فرق این دوتا. حالا شما وسواس فکری نگیر، شروع کن اون رفتارهای خشونت آمیزی که
شده، قبلا هم با کسایی دیگه انجام دادی، یه جوری حالا اونا عکس العمل نشون ندادن یا هرچی، اون رفتارا رو ما باید کنترل کنیم، بگیم اونا رو وقتی که من تغییر بدم میتونه رابطه‌ام با دیگران خوب بشه. درسته؟ بله کاملا فهمیدم. متشکر و ممنون و سپاسگزارم. شما کجا زنگ میزنین؟ من از کانادا زنگ میزنم. خواهش میکنم. ببینی پس ما میتونیم انسان خوبی بشیم، ولی آدم خوبی اگه هستیم، آدم های خوب شرطی شده گذشتن، تمام مدت خودشون رو کنترل میکنن که رفتاراشون مطابق چیزی باشه که دیگران خوششون میاد، یعنی تملق و قربون صدقه و گفتم. و حتی اگه شما یه مستخدمی تو خونتون بیارین که بخواه خونتون تمیز کنه، بعضی از خانوما مثلا میگه خودم هم باهاش دارم این کارا رو تمیز میکنم، این من خودم هم باشه، یعنی چی؟ میترسم و خسته بشه. اینه مهرطلبه دیگه، یعنی حتی به اون آدمی که هایرش کرده که براش حتی نمیتونه دستور بده، حالا یه جایی رو اگه اون یادش رفته یا عجل چشش دور شده نتونسته تمیز کنه، نمیاد بهش بگه بیا اینو درست کن، به خاطر اینکه هنوز اینجا کار تمام، میره خودش برمیداره درست میکنه، حالا اونو تمیزش میکنه. ببینین اگر این رفتار رو دارین، اینا رفتارهای آدمای خوبه، آدمای خوب کاندیشنینگ هن، شرطی شدن نسبت به اون، حالا ایشوهای دوران کودکیه، ایشوهایی که به هر حال در بزرگی پاپ اپ میکنه و باعث میشه که ما این رفتارهای مهرطلبانه رو از خودمون نشون بدیم. تمام مدت فقط هیچ گونه مخالفتی با هیچکی نمی کنیم. اگه کسی ده نفر بیاد و ابراز عقیده کنه، حالا یه عده مخالف و یه عده اونا مخالفتشون رو ابراز میکنن، ولی شما نمیتونی مخالفتت رو ابراز کنی، به خاطر اینکه گود لوکینگ اون آدم، یعنی میگه من خوبمش، این دنجر در خطر قرار میگیره، چون من میخوام خوب بودن خودم رو به همه ثابت کنم، و پس اگر من یه مخالفتی اونجا انجام بدم یا یه چیزی بگم که اون دلگیر بشه، اون موقع دیگه خودم رو نمیبخشم و ناراحت میشم. پس بنابراین ما داریم چه رفتارایی رو تمرین میکنیم؟ رفتاری که به عنوان یه انسان خوب از ما باید سر بزنه. انسان خوب نمیاد، حالا اگر از موضوعی ناراحت شد نمیاد گریهش رو کنترل کنه، بگه نه احساس ضعف من نمیخوام اصلا اینجا نشون بدم، ولی آدم خوب، انسان خوب این کارو میکنه، گریهشو نشون میده، لبخندشو به موقع نشون میده، شرطی شده دوران کودکی نیست، خود خودشه، خالص و ابراز محبتش صمیمانه است، هیچ گونه فیک نیست. ولی خب ما فرق آدم خوب و انسان خوب اینجا براتون گفتم، و اون انسان خوب وقتی که به تفکرش فکر میکنه، تو ذهنش همه رو دوست داره، کسی رو بلیم نمیکنه، اگر اشتباهی هم بکنه قشنگ میاد معذرت خواهی میکنه، نه اینکه بخواد دل همه رو به دست بیاره با یه سری رفتارها، خود واقعیش رو داره زندگی میکنه. اگر ما یاد بگیریم اون نقاطی که تو رفتارامون هست، نقاط ضعف رفتاریمون، اگه پرخاشگرین، اگر مشکوکین، حتی من توی حتی یه برنامه که حالا تو رادیو داشت سوالی کرده بودن که یه آقا خانوم اشکال داشتن با هم دیگه زن و شوهر، و بعد خانومه یه مقدار شک داشت و ممکن تلفن شوهرش رو کنترل کنه، یه سری اختلافات اینجوری برایشون پیش اومده بود، و اون تمام مدت اون خانومه کنترل میکرد همه چیزهایی که در ارتباط با همسرش بود، ولی وقتی که این صحبت شد، اون با کسی که صحبت میکردن ایشون گفت دیگه این کسی که شک و تردید داره
این دیگه به هیچ وجه درست شدنی نیست. آدمی که شک میکنه و هی میخواد مثلا کنترل کنه، حالا چه آقا چه خانوم بیاد و بخواد تمام رفتارهای همسرش رو یا کارهایی که داره انجام میده یا تلفنش رو یا همه اینا رو کنترل کنه، این دیگه درست شدنی نیست. نه، همچی چیزی نیست. اون انسان ها اونا آدمایی هستن که اون حقارت توی درونشون هست. اگر شک و تردید نیاز دارن که توی با یک آدم متخصص صحبت کنن، میتونن قشنگ تغییر کنن. چون وقتی که من خودم رو حقیر و ناچیز و ناتوان فرض میکنم و فکر میکنم به اندازه کافی خوب نیستم، پس ممکنه همسرم بره خیانت بکنه، پس من کنترلش بکنم. حالا با این کنترل فکر میکنی چی رو به دست میاری؟ جزی که رابطه رو خراب بکنی، هیچ چیز دیگه به وجود نمیاد. اینجا هستش که ما باید به خودمون بیایم و یاد بگیریم که کجا قرار گرفتیم. یعنی توی تراپی کسی که بودن شک و تردید داشتن، همش کنترل میخواستن بکنن همسرشون رو ببینن کجا چیکار داره میکنه، اون مشکل اون آدمه. چون حقارتی که توی وجود اون آدم هست، خودشو لایق نمیدونه که وفای همسرش رو، وفاداریش و محبتش رو به خودش جلب کنه. وقتی که این اطمینان رو بعدم پیدا میکنیم، دیگه لزومی برای اینکه ما کنکاش بکنیم، بخوایم کنجکاوی بکنیم ببینیم حالا با کی داره تماس میگیره، حالا کی داره بهش تلفن میکنه یا کجا رفته، آیا به من دروغ میگه. بله، وقتی که شما آدم ها رو کنترل میکنین و همش کنجکاوین که چیکار داره میکنه، اونا رو وادار به دروغگویی میکنین. به خاطر اینکه برای اینکه شما ناراحت نشین، یه سری چیزا رو هم ممکنه کتمان بکنه و نخواد بگه. پس ما خودمون باعث میشیم که اون آدم به ما دروغ بگه. درود بر شما، بفرمایید. سلام. درود بر شما. سال نو مبارک. سال نو همتون مبارک. خیلی سال خوبی باشه برای همه. بفرمایید. شما گفتید دنبال مقصر بگردین برای اینکه ما اخلاقم عوض شده. من پدر مادرم مقصر میدونم، بخاطر اینکه خیلی فرقا میذارم، شاید هم خودشون ندونستم، ولی فرقایی که بین ما گذاشتم، الان من خودم مقایسه میکنم با خواهرام، خیلی عصبی و گوشه‌گیری نشدم. خب ببین، الان داری میگی دنبال مقصر میگردین. نو ما وقتی که 18 سالمون میشه، وقتی که دیگه مچوریم، عقلمون میرسه، این فکر رو میکنیم پدر مادر من ناآگاه بودن، تحصیلات آنچنانی نداشتن، مطالعه ای نداشتن، نمیدونستن اگه تبعیض قائل بشن روی بچه ها چه تأثیر منفی میذاره. تمام مدت میگیم اون باعث شد من اصلا نمیخوام خودم رو درست بکنم. شما حرف منو دارین اینجوری برداشت میکنین. نو نگردیم به دنبال مقصر. اگر اشکالی تو رفتارتون هست و بعد میبینین که بین شما و خواهرتون تبعیض قائل شدن، این شما رو نباید راضی کنه که آره پدر مادرم، پس من به همین دلیل قربانی شدم. هر وقت که من رول قربانی رو بازی کنم، نمیخوام درستشم، میخوام خودم رو آسیب بزنم، خودم رو رنج بدم. اما وقتی که از 18 سالگی به بعد عاقل و بالغین، اگر فکر میکنین که ایشوهای دوران کودکی داریم، من اصلا هیلینگ ده اینرچال یا هیپنوتراپی با افراد انجام میدم، میان ایشوهای دوران کودکیشون رو تو اون هیپنوتراپی میاد، یه مقدار زیادی حل میشه و هیل میشه. پدر مادر ما علامه در نبودن که حالا همه چی رو بلد باشن، خب حالا اونجوری استثناء گذاشتن، تقریبا. ولی حالا من که به قول خودم قربانی این تبعیض واقع شدم، تا یه عمر بعد نگه دارم پدر مادرم رو سرزنش کنم، بعد خواهرام خوشم نیاد چون اونا مورد علاقش بودن، من نبودم. نو شما نمیتونین به خاطر اینکه خودتون رو تبرئه کنین، تمام مدت تقصیر گردن یکی دیگه بندازیم. من مسئول زندگیمم. وقتی 18 سالتون میشه، شما شروع کنین به خودسازی، شروع کنین خودتون رو با ایشوهایی که براتون به وجود اومده بخواین تغییر بدین، بیان خودتون رو هیل کنین، درست کنین. نه اینکه من چون قربانی شدم پس قابل ترحمم.
اون یعنی همین دیگه. یعنی من وقتی پدر مادرم تبعیض قائل شدن، پدر مادرم آگاه نبودن، نمیدونستن بین بچه ها نباید تبعیض گذاشت، دانششو نداشتن. حالا من یه عمری مکافات رفتارهای اون آدم هایی که خب آگاه نبودن رو، رفتارهای اونا رو الگو قرار بدم و خودم عذاب بکشتم که این خواهر من بیشتر دوست داشت. این بدترین نوع ارتباط با خودمونه. خود دوست داشتن خیلی فرق میکنه با این مسئله. ببینید من تمام این مسئله تو کتابام انقدر مطلبای زیبا در این رابطه داره که میتونه اقلا آگاه بشین. من حتی این یه خانمی هست در همسایگی ما، خیلی خانم دانا و عاقلیه، این کتاب رو من بهش هدیه دادم که بخونه و اینکه خونده و خیلی حالا به هر حال قبول هدیه نکرد، خواست هزینه بده، ولی اینقدر تغییرات در خودش به وجود اومده، همش میگه من چقدر از این کتاب ها الگو برداری کردم. پس بنابراین بیا مرقا آگاهی پیدا بکنی. وقتی من میگم دنبال مقصر میگردی، شما خوشحال میشی، آره درسته، منم الان پدر مادرم رو یادم میاد که این کار رو کردن. هر وقت دنبال مقصر بگردین دارین خودتون رو تبرئه میکنین. ببینین ما نمیتونیم خودمون رو تبرئه کنیم به خاطر رفتارهایی که پدر مادر کردن. شروع کنیم خودمون رو تصحیح کنیم. نمیتونیم کمک بگیریم، نمیخوایم کمک بگیریم، نمیخوایم پلوی یک آدم متخصص بریم بگیم این اشکال رو من دارم، حالا وسواس گرفتم یا این مسئله رو دارم. میخوایم یکی دیگر رو سرزنش کنیم و خودمون راضی به قاضی بریم. یعنی وقتی که به یکی دیگر رو من مقصر میکنم دیگم پس من خودم مبرام، اون باعث شد که من برم چاقو بزنم تو دل یکی دیگه. بابا مامانم چون رفتارای اینجوری کرده بودن، منم رفتم چاقو زدم مثلا یکی رو مجروح کردم. اینا که بیام پدر مادر شما رو ببرن زندان، نو رفتار خودت به عنوان یه آدم عاقل و بالغ اون مهمه و نمیان دنبال مقصر بگردن که کودکی تو شما چه جوری بوده که باعث شما این خشونت رو اومدی اینجوری نشون میدی. یادمون باشه فقط خود تصحیحی بکنی. شما اگر به تیترا نگاه کنی، من نوشتن شما، آره من بیام دونه دونه بگم من تمامی ایشوها رو دونه، معلومه که نوشتم دوران کودکی چه تأثیری داره و بعد چقدر ما مسئولیم برای خودسازیمون. من مسئولم خودم رو تغییر بدم. برنامه من چون تموم شده اشاره میکنم، چون برنامه بعدی الان میخواد شروع بشه، سر ساعت هستش. حالا به هر حال میتونید مشاوره تلفنی با من بگیرین، از همه جای دنیا من مشاوره قبول میکنم. الان هم واقعا از همه جا، از کانادا دارم، از استرالیا هست، از تکساس هست، از همه ایالات مختلف توی امریکا کمک میگیرن، میخواد خودتون رو تغییر بدن درست بکنن. میتونین شما کمک بگیرین و از اون طریق من چون برنامه‌ام الان تموم شده ازتون سپاسگزاری میکنم برای اینکه تو برنامه من شرکت کردین و گوش دادین. میتونین مشاوره تلفنی بگیرین، میتونین این کتابا رو یکیش اگه سفارش بدین با همون تلفن که روی چیزه، تلفن آفیس من هست، اون کتاب دومم میخوام برای اینکه سرانه مطالعاتون بالا بره بیاین این کتابا رو بخونین، لااقل ببینین کجا قرار گرفتین. همش دنبال مقصر نگردیم، دنبال این باشیم که خودمون رو تصحیح بکنیم. من از آقای مهندس اندرو کامل تشکر رو دارم، از خانم اصل عزیز و خانم فریده جلالیان که واقعا دیگه در حدود 17-18 سال هستش که ایجنت من هستم و من نهایت تشکر ازشون دارم و آقای مهندس میرچی، به همشون سال نو رو تبریک میگم و امیدوارم سال بسیار پرباری برای همه انسان‌های کره زمین باشه. تا درودی دیگر، بدرود. قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن، دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می‌کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور، دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان امریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی امریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی
و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.